در هفته گذشته سوم شهریور بحثی رو درباره سال روز، یعنی به مناسبت سال روز سوم شهریور، درباره این رویداد تاریخی ایران آغاز کردیم، ولی خب بحث به قدری گسترده است که به یک ساعت و دو ساعت پایان نمیپذیره. ولی به هر صورت آقای امینی موافقت کردن که امروز هم این بحث رو ادامه بدهیم. اجازه بدهید خدمت شما عرض ادب کنم. سلام عرض میکنم آقای امینی. درود بر شما و درود بر همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه و همچنین اونهایی که این برنامه رو ضبط شده از راه های دیگری بازبینی میکنند. آقای امینی عزیز، حالتون خوبه انشالله؟ سپاسگزارم، به بهر شما. اروپا که نمیخوایم بریم؟ در این یکی دو هفته آینده نه، ولی بزودیخ یه سری برنامه‌های سخنرانی در برلین و شهرهای دیگر خواهم داشت، وین و اینها، و حتما در آگاهی شما خواهم رسوند. خب به سلامتی. آقای امینی، یکی از بستگان رئیس دفتر مخصوص رضا شاه با این برنامه تماس گرفته است و گفته است که به رغم گفتار آقای امینی، رضا شاه نزد فروغی نرفت، به عکس. یعنی اول فروغی میاد خدمت رضا شاه، بعد رضا شاه میره منزل او. بله، من ایشون اونجوری که گفتن و با من قبلا صحبت میکردید، چون من اینی که الان شما میگید گفتم. اولا کی بودن ایشون؟ ایشان گفته بودن که آقای امینی اشتباه میکنن، رضا شاه آمد به منزل فروغی و از ایشان درخواست نخست وزیری کرد. آنچه که من در برنامه پیشین گفتم این بود که رضا شاه به کاخ رفت و در اونجا نخست وزیر پذیرفت و دیدار دوم در هنگامی بود که رضا شاه برای دیدن ایشان به خانه ایشان آمده بود و این رو من در برنامه پیشین هم اشاره کردم. و فرمودید، ببخشید، یه پرسشی از من کردید. عرض کردم که این کسی که با ما تماس گرفته یکی از بستگان رئیس دفتر رضا شاه بوده. رئیس دفتر در اون زمان کی بوده؟ رئیس دفتر مخصوص شکوک بوده، حسین شکوک. شکوک ملک. پس از اینکه دبیر اعظم بهرامی در سال 1306 وادار شد که کناره بگیره، تن در داد به کناره گیری، مانند خیلی کسانی که کناره میگرفتند، آقای شکوه رئیس دفتر شد و از 1306 تا هنگام پایان پادشاهی رضا شاه در این جایگاه باقی ماند، در جایگاه رئیس دفتر مخصوص. ایشان باید شاید بستگان دور آقای شکوه بوده باشند، ولی من این آنچه گفتم رو بر پایه چند گزارش تهیه کردم، از جمله یکی از اونها گزارش یادمانده محمود فروغی است که و همچنین انتظام، هر دوی اونها در انتظام همراه فروغی بوده. محمود فروغی، پسر فروغی، در یادمانده اشاره میکند. اصلا ما پیکره ای هم داریم، من نتوانستم این پیکره رو برای تلویزیون بفرستم که پخش کنم. در هنگامی که محمد علی فروغی در روز پنجم شهریور در حال بالا رفتن از پلکان کاخ سعدآباد هست، آقای فروغی میگوید که حدود ساعت 9 بامداد تلفن منزل به صدا درآمد. طبق معمول، البته این روز پنجم شهریور، اجازه بدید قبل از اون بگم، این بله روز پنجم شهریور تلفن به صدا در. طبق معمول گوشی را برداشتم. این رو محمود فروغی میگوید که پسر بزرگ زندیار فروغی است. متوجه شدم طرف مکالمه کسی جز نصرالله انتظام، رئیس تشریفات دربار نیست. توجه کنید، یک کسی داشتیم به نام رئیس تشریفات دربار و کسی به نام رئیس دفتر مخصوص. این دو آدم متفاوت بودند. آقای انتظام رئیس تشریفات دربار بوده. بین خانواده ما فامیل انتظام از قدیم دوستی و مودت وجود داشت و باغ بزرگ آنها در خیابان امیر به جنب منزل سابق ما بود. انتظام گفت به بابا بگویید بعد از ظهر ساعت 4 در قصر سعدآباد شرفیاب شوند. احضار شدند. وقتی مکالمه تلفنی پایان پذیرفت به اتاق پدرم رفتم و ایشان را از جریان امر آگاه کردم. در آن تاریخ اتومبیل نداشتیم. دستور دادن وسیله نقلیه فراهم شود. لقمان ملک دکتر سعید مالک
لقمان ملک چون پزشک معالج بود مداخله کرد و گفت اطلاع بدهید حال مزاج ایشان مساعد برای حرکت نیست. ایشان بسیار بیمار بودند ولی پدرم اعتنا نکرد. قبل از شرفیابی در منزل ما بحث بر سر احضار پدر بود. این رویداد در واقع دیدار نخست فروغی با رضا شاه است و خود فروغی برای فرزندش تعریف کرده و انتظام همین رو تایید کرده. میگوید که انتظام افسوده بود چون اعلی حضرت و کسادت شما با خبر بودند، دستور دادند اتومبیل حامل جناب عالی تا جلوی ساختمان بیاید. یعنی اگه نمی آمد با تمام این از دم در کاخ سعدآباد تا پلکان رو پیاده می رفتن. خود فروغی میگوید که به پدر از یادمانده های او، از گفتگوهای او با پیرامونیانش آشکار است که از هنگام استعفای کنارگیری از دومین دوره نخست وزیری در دوران رضا شاه، پس از واقعه گوهرشاد، ماجرای گوهرشاد، تا این زمان با رضا شاه نه تنها دیدار نکرده بوده بلکه رضا شاه حتی علاقه ای هم به دیدار با او نشان نمیداد. حتی برای چیزهای مانند نوروز و به روی هم رفته برای رویدادها هم با ایشان گفتگو نمی کرده. رضا شاه به محض دیدن ایشان با لبخندی میگوید، این رو انتظام در واقع به محمود فروغی گفته، نه فروغی آنقدر هم که فکر میکردیم پیر نشده. آنگاه او را سمت راست خود که معمولا جای نخست وزیر بود میرشاند و به طور مختصر میگوید آقای فروغی، با وجودی که اعلام بیطرفی کرده بودیم، اینها ناجواد مردانه به ما شبیخون زدن. همه اینها در واقع به کنار، در این موقع شاه دستور میدهد شکوه، همین آقای حسین شکوه رئیس دفتر مخصوص، شرفیاب شود. آنگاه به شکوه دستور میدهد فوراً فرمان نخست وزیری پدرم را صادر کند تا آن را توشیح نماید. البته در اینجا دیگر مجلسی، رأی مجلسی در کار نبوده. شاه فرمان را صادر میکنه و فروغی همین رو میپذیره و دیدار دیگری است که ایشان اشاره میکند، این خیشاوند آقای شکوه که رضا شاه به منزل فروغی میآید، این چند روز پس از آن است. آقای امینی، این درسته که وقتی رضا شاه به منزل فروغی میره، فروغی شعری رو میخونه که رضا شاه در گذشته هنگام عزل او خواند؟ این در... از اون افسانه های تایید نشده تاریخ. شعر نمیخوایم بخونین؟ در کف شیر نر خونخواهی غیر جز ز تسلیم و رضا، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. میگویند که این هیچگاه سندی در تایید این موضوع مانند بسیاری از این گونه داستانهای دلنشین سیاسی و غیر سیاسی تاریخ ایران پیدا نشده. شاید هم نکته ای در حقیقت داشته، ولی ما سندی در این باره نداریم که گویا هنگامی که اسدی در زندان بوده، اسدی پدر داماد فروغی، ولی الله اسدی، اسدی بزرگ که از یاران رضا شاه بوده و در فراز رضا شاه به پادشاهی یکی از همراهان و همکاران و کسانی بوده که خود کسروی مثلا اشاره میکنه هنگامی که به دیدار رضا شاه میرود، اسدی در اونجا بوده و از یاران نزدیک رضا شاه به شمار میامده در کنار چند تن دیگر. اسدی رئیس آستان قدس می شود، یعنی در واقع سرپرست آستان قدس می شود و متهم می شود به اینکه در جریان شورش معروف به شورش یا قیام و طغیان مسجد گوهرشاد دست داشته یا همکاری کرده یا دست کم به اندازه کافی در سرکوب اون کاری نکرده. به زندان می افتد در همون روزها و چند روزی پس از اون تیرباران می شود. و خب این پدر داماد نخست وزیر بوده و یعنی اون زمانی که اون اعدام میکنند فروغی نخست وزیر بوده و دو دختر فروغی همسر دو فرزند دو پسر یا دست کم یکی از اونها، من یکی رو مطمئنم، دیگری رو در جای دیگری خواندم، سندی در این باره نیافتم که اینها در واقع همسر فرزندان اسدی بودند.
میگویند که اسدی هنگامی که درخواست میکنه برای اینکه فروغی وساطت کنه، این شعر رو خوانده که در کف شیر نر خونخواری، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. و میگویند که این رو رضا شاه یافته و به دلیل یافتن این سروده بوده که، یا این شعر بوده، نامه بوده که فروغی رو برکنار کرده. گمان نمی کنم که این عامل بوده باشه. و به هر روی میگویند که هنگامی که رضا شاه از فروغی میخواهد که وساطت کند با دولت بریتانیا برای که او در پادشاهی بماند، یا دست کم پس از استعفا در ایران بماند، فروغی همین شعر رو دوباره میخوانه. هیچ سندی در این باره نیست، ولی داستان بسیار جذاب و شیرین و دلنشین است و به هر روی بخشی از تاریخ ما از همین داستان‌های دلنشین و غیر قابل روشن کردن است، ولی به هر روی بخشی از تاریخ ماست. گمان نمی‌کنم. آقای امینی، نام فروغی رو چند بار آوردید. اولا درباره نقش فروغی حاضرین در اینجا صحبت کنیم یا یک جلسه، یعنی یه برنامه ویژه براش بذاریم؟ ببینید، به داوری من فروغی جای بررسی ویژه دارد در تاریخ ایران. در سه دوره، در فراز رضا شاه به پادشاهی و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و در جریان استقرار پادشاهی رضا شاه، فروغی جایگاه بسیار برجسته داشته. در آغاز پادشاهی رضا شاه، در میانه پادشاهی رضا شاه، پس از برکناری مخبر و سلطنه که او نخست وزیر دورانی شده که رضا شاه دست به رشته اقدامات بسیار جدی در ایران زده، از جمله سفری به ترکیه و کشف حجاب، و سپس در گذار از پادشاهی رضا شاه به محمد رضا شاه، فروغی یکی از مهره های بسیار برجسته در تاریخ ایران بوده. فروغی هم مانند تقی‌زاده مورد شاید بیمهری بسیاری از روشنفکران ایران قرار گرفته، به این معنا که هم تقی‌زاده و هم فروغی نام‌آور شدند به اینکه اینها مأمور یا وابسته به بریتانیا بودند. به داوری من هر دو اینها میهن پرستان بسیار بسیار ارجمندی در تاریخ ایران بودند، با ارزش‌های لیبرال دموکراسی، پایبندی به لیبرال دموکراسی، که به هر روی گمان می‌کردند، باور بر این داشتند که ایران بدون رابطه با بریتانیا، رابطه دوستانه با بریتانیا، نمی‌تواند در سپهر جهانی پیروزمند باشد، که البته این ما را باز می‌گرداند به بحث تاریخی بی‌طرفی و نداشتن رابطه یا پیوند با دولت‌های خارجی، که بحث بسیار جالبی است. ولی اجازه بدهید که در یه برنامه دیگری، شاید در هفته آینده، بحث پیرامون فروغی را آغاز کنیم، چون فروغی افسون بر جایگاه سیاسی نقش بسیار مهمی در، نه در بیداری ایرانیان چون بر روی نسل پس از اون هست، ولی در جریان او و پدرش، در جریان شکل گرفتن ساختار آموزشی بالای فرهنگ سیاسی، بله، در اون حوزه، و همچنین در معرفی اندیشه های غربی به ایران، مانند کاری که تقی‌زاده کرده، فروغی هم بسیار مؤثر بوده کارش. کتاب حکمت در اروپای فروغی یکی از برجسته ترین کارها تا اون دوران در معرفی فلسفه اروپایی به نخبگان ایرانی بوده. فروغی و تقی‌زاده و چند تنی دیگری میتوان گفت نسبت به اونها بیمهری در تاریخ ایران شده، هم هواداران پادشاهی، هم هواداران مصدق و هم چپ ایران اینها رو از خود ندانستند و اونها رو برای اونها ارج زیادی نگذاشتند. حتی آدمی مانند کسروی سخت به فروغی میتازه و او رو رئیس بدکاران میخوانه. تقی‌زاده رو هم همین گونه. این است که باید در یه برنامه حتما به فروغی بپردازیم و جایگاه تاریخی بسیار ارزشمند اون رو در ایران ارج بگذاریم. آقای امینی، از فروغی در مورد کتاب سیر حکمت در اروپا یاد کردید. این کتاب از سوی نویسندگان بزرگ ایران به عنوان
دارنده یک نثر ویژه ساده در عین حال فلسفی و همچنین با ترجمه جدیدی از اسمهای فرنگی به فارسی. بله بله. یعنی واقعا یک اثری است که گشاینده راه فلسفه در ایران مدرن بوده. کاملا درسته. این یک کار بسیار ارزشمندی است و من فکر می‌کنم نسل جوان ایران هستن چون... باید این کتاب رو بیابند و بخوانند. چون ما هم در دانشگاه این کتاب رو خوندیم. کتاب درسیمون بوده. کتاب درسی شما در دانشگاه؟ بله بله. در چه رشته‌ای؟ در رشته ادبیات؟ ما در رشته تدریس زبان انگلیسی به اصطلاح تعلیم میدیدیم و بنابراین روش‌های تدریس، روش‌های فلسفی و فرهنگی رو هم باید به حال آشنا می‌شدیم باهاش. دکتر هوشیار، این دکتر محمد باقر هوشیار این کتاب رو گفتند، به هر حال بعد گفت فرمودند که ما بخوانیم. استاد شما بودن ایشان، یکی از بزرگترین ایرانیان. آقای امینی عزیز، یه سوالی دارم بازم درباره فروغی، ببخشید. خواهش می‌کنم. فروغی وقتی نخست وزیر شد بین دو پادشاه اقدامی برای آزادی دامادش کرد نکرد؟ چیکار کرد؟ ببینید خیلی داستان جالبی است. البته می‌دونید ما اسناد محدودی در این زمینه در دست داریم. آنچه که می‌توانیم به اون اشاره کنیم و به عنوان سند ازش یاد کنیم باز یادمانده محمود فروغی است که محمود فروغی میگوید که اجازه بدید این یادمانده محمود فروغی رو در این زمینه برای شما بخوانم. این هنگامی است که فروغی پس از پذیرفتن نخست وزیری به منزل آمده و با دکتر صدیقم دیدار کرده و این در دومین دیدار هست. همون شب خواهرم از پدر درخواست کرد که نسبت به آزادی شوهرش علی اکبر خان اسدی، علی اکبر خان اسدی فرزند ولی خان اسدی است، یعنی پدر همسر فروغی، به آزادی شوهرش علی اکبر خان اسدی و سایر برادران که در زندان بیژن در شرایط نامساعدی به سر می‌بردند اقدام کنند. یعنی در واقع به فرزندان دیگر اسدی هم به جرم اینکه پدر اونها گویا متهم شده بوده که در جریان گوهرشاد درگیر بوده که نبوده، اینها در زندان بودند. خیلی سال پس از اون پدر فرمود نظیر داماد من عده زیادی از افراد در زندان ها هستند، باید برای تمام آنها فکر کرد. به هیچ وجه خون شما رنگین تر از همسران و مادران سایر زندانیان نیست. از شنیدن سخنان پدر چهره خواهرم سخت در هم شد و حالت تأثری بوده است داد. پدرم که فوق العاده به فرزندان خود علاقه داشت با لحن بسیار ملایمی خواهرم را نصیحت و نوازش کرد و گفت شما 6 سال صبر کردید، 6 روز هم صبر کنید همه کارها درست می شود. همه اینها در همون هفته پس از آغاز نخست وزیری فروغی آزاد شدند. بسیاری از زندانیان آزاد شدند. از جمله در همون ماهای نخست پس از پایان دولت پادشاهی رضا شاه تقریبا می توان گفت همه زندانیان سیاسی آزاد شدند. از جمله گروه معروف 53 نفر که بعدها حزب توده را ایجاد کردند. و این است که درست بوده این پیشبینی فروغی که اندکی صبر داشته باشیم و ولی کار ویژه‌ای برای آزادی نوه خودش، ببخشید داماد خودش، انجام نداد. آقای امینی عزیز، من یک جایی خواندم که فروغی برای بردن پادشاه جدید برای قسم خوردن به مجلس به حال خیلی کوشش میکرده که بریتانیا و نیروهای دیگری که در ایران حضور داشتن دخالت نکنند. اون در اتومبیلی که پادشاه جوان را به سوی مجلس میبرده
ایشون رو به صورت خابیده توی اتومبیل گذاشته بودن تا اینکه کسی متوجه نشه ایشون کیست. این درسته؟ هم باز از اون از شمار همون داستانهای جذاب و شنیدنی است که دست کم من سندی در این باره نیافتم و شاید همچنین بوده باشد، ولی گمان نمی کنم که نیازی بر این بوده. در اون انگام بدون تفاهم بریتانیا و شوروی، بدون اینکه این دو دولت آماده پذیرفتن یک سیاست یا یک دولت تازه‌ای در ایران باشند، نه کسی میتوانسته نخست وزیر بشود، نه شاید کسی میتوانسته پادشاه بشود. ایران در اشغال خارجی بوده، عملا ایران شاید مستعمره نشده بوده، ولی سیاست ایران تابع سیاست دو دولت اشغالگری که میگویم دو دولت، برای که آمریکا هنوز نقشی در ایران به اون معنا نداشته، دفتر نظامی در تهران درست کرده بودند و اندکی به درازا میکشد که اونها حتی وارد جنگ بشوند. این است که بعید میدانم که چنین بوده باشد، چرا که اگر اونها پادشاهی محمد رضا شاه رو پذیرفته باشند و این انتقال پادشاهی رو که قانونی صورت میگرفت رو پذیرفته باشند، نیازی به این که او رو کف ماشین بخوانند و اینها نمی بوده و فکر نمی کنم که برخی از این افسانه هایی که در اون دوران ساخته شده و بسیار هم جذاب و حالا من اینو میگم ولی شما به دل نگیری، تهران مصوری و خواندنی هایی هست، یعنی تهران مصور خواندنی ها رو به عنوان روزنامه جذاب داستانی و داستان سرای اون دوره، دوره های اون دوره و دوره های پس از اون از اشیاد مرد خواندنی ها فکر نمی کنم اون دوره بوده، پس از اون پیدا شده. تهران مصور هم البته. آقای امینی، حالا یه موضوع دیگه، آیا این درست است که اتومبیل پادشاه جوان رو مردم روی دست بلند کردن به طرف مجلس؟ نه، اینم دروغه. هیچ کدوم از اینا درست نیست. ولی من عکسشو دیدم. والا عکسارم باور نکنید که اتومبیل رو مردم روی دست بلند کرده باشن. یه مقدار تصور کنید که اینها از کمک فتوشاپ و اینها برمی آید. اون زمان مردم در دل مشغولی اشغال ایران بودند، شور و شوقی به این ماجرا نداشتند. و ببینید، اجازه یه نمونه برای شما بگم از این نوع عکس‌ها و پیکره‌ها. حالا از این سوی داستان، پیکره معروفی است از شعبان جعفری که در جلوی ماشینی با پیکره محمد رضا شاه، پرچم ایران در دست، سینه نیمه برهنه، در واقع قوقاکش داره در پیرامون دی از هم در واقع همگنان خودش در خیابان رد می شود و خیلی ها این پیکره رو گفتن که این شعبان جعفری پس از 28 مرداد است. چنین نیست. این پیکره است که یک خبرنگار غربی، فکر می کنم خبرنگار روزنامه تایم، پس از سال ماها پس از 28 مرداد در دوره انتخابات مجلس 18 برداشته و شعبان جعفری در این کارزار درگیر بوده. ولی خب دلنشین است که این رو بچسبانیم به دوره‌ای که شعبان جعفری در خیابان برای در 28 مرداد در واقع کار میکرد. میدانیم که شعبان جعفری تا نیمروز 28 مرداد در زندان بوده. این پیکره به این کار نمیخورد. این رو به عنوان نمونه گفتم که بدانید در هر دو سوی سیاست ایران، در همه سوی های سیاست ایران از این نوع گزافه‌گویی ها و داستان سرایی ها و چیزهایی که به دل می نشیند ولی چندان درست نیست ساخته شده و پرداخته شده. محمد رضا شاه بسیار جوان و بیمناک از طرف پادشاهی بوده و فروغی اگر نبود شاید محمد رضا شاه به پادشاهی نمی رسید. چندان کسانی در ایران شیفته انتقال پادشاهی از رضا شاه به محمد رضا شاه در اون دوران نبودند. بسیاری از پیرامونیان خود رضا شاه از این فرصت بهره جسته بودند و به دشمنی با رضا شاهی که پیشتر به او وفاداری اعلام می‌کردند برخواسته بودند. این است که به راستی باید با فروغی با تردستی و با
سیاست مداری این کشتی سیاست ایران رو از این طوفان حوادث گذراند و پادشاهی رو در ایران حفظ کرد و جلوگیری کرد از یک جمهوری ساختگی که هم شوروی در صدای او بود و بریتانیا هم بیمیل به اون نبود و پادشاهی پهلوی رو حفظ کرد. پادشاهی پهلوی در دو دوره به فروغی وامدار هست، هم در دوره نخست فراز رضا شاه به پادشاهی و هم در دوره دوم که انتقال پادشاهی از رضا شاه به محمد رضا شاه است. فراز یعنی جلوس، بله؟ فراز یعنی به هر حال فراز و فرود، بله. آقای امینی عزیز، فرمودین که عکس شعبان جعفری رو در مجله تایم چاپ کرده بودن؟ گویا خبرنگار مجله تایم این عکس رو گرفته. من این رو مطمئن نیستم تو مجله، ولی تو روزنامه های ایران و غیره و بعدها به عنوان نمونه ای از دخالت شعبان جعفری در 28 مرداد چاپ شده که درست نیست. بله. از نظر تاریخی بعد از ظهر آزاد شد. بله. ببینید، اشاره‌ای کردم در اینجا شاید بد نباشه به اینکه آدم‌ها در اون دوره سخت رخت دگرگون می‌کردن. پیش از برنامه با هم گفتگو داشتیم پیرامون سید یعقوب انوار. الخیر فی ما وقع. بله. سید یعقوب انوار یه آخوندی بود، از هواداران سرسخت رضا شاه در هنگامی که رضا شاه هنوز رضا شاه نشده بود، رضا خان سردار سپه بود و از او پشتیبانی میکرد و در مجلس پنجم در پشتیبانی از ماده واحده برای پایان دادن به دولت قاجار و آغاز فرمان روایی پهلوی یکی از سرسخت‌ترین پشتیبانان بود و حتی ناسزا میگفت به آدم‌هایی مانند مدرس و مصدق و دیگران که مخالف در واقع این ماده واحده بودند. و از اون دوره تا پایان دوره پادشاهی رضا شاه در مجلس شورای ملی نماینده مجلس بود. البته رخت دینی رو کنار نهاده بود و سید یعقوب انواری بود که بدون رخت دینی بود. این سید یعقوب انوار هوراکش هوچی هوادار رضا شاه که حاضر بود حتی در پشتیبانی از رضا شاه مخالفان فراز او رو به پادشاهی به باد ناسزا بگیره و حتی به تهدید بدنی یعنی به حمله بدنی تهدید کنه، پس از اینکه رضا شاه تهران رو در 19 شهریور ترک کرد، خبر به مجلس رسید آقای همین سید یعقوب انوار همین نکته که شما گفتید، الخیر فی ما وقع، هرچه پیش آید خوش آید، در ستایش از این که رضا شاه از ایران رفته رو با نمایندگان دشتی چی گفت؟ دشتی دشتی هم خب به هر حال خیلی جاستان جالبی است که همه میدانند که دشتی در سخنرانی پیش از دستور در مجلس از خواسته بود که جیب های رضا شاه رو بگردن که مبادا جواهرات سلطنتی در جیب های رضا شاه باشد. البته سالهای پس از اون گفته بود من این کار رو کردم برای اینکه مبادا اتهامی به اعلیحضرت زده باشن که اینها ایشان هنگام خروج جواهرات سلطنتی رو در جیب داشتن، در حالی که دشتی معاون ممیزی روزنامه ها بود در اون هنگام در پیش از شهریور 20. ولی بر روی این نوع پروازهای سیاسی در تاریخ ایران کم نبوده و به نظر می آید که بخشی از رفتار و هویت نخبگان ایرانی بوده باشد. آقای امینی، بفرمایید که می توانیم گفت دوران بعد از شهریور دوران گشایش در ایران و دموکراسی ناقص بوده؟ بله. ببینید، واژه دموکراسی ناقص رو برای نخستین بار حزب توده ضرب کرد. حزب توده وارد ارزیابی از این دوران شد به عنوان دموکراسی ناقص، البته سالهایی پس از شهریور 20، و دیگران هم در این باره داوری کردند و کتابی هم درباره دموکراسی ناقص نوشته شد که البته بعضی از به قول شما عربدانان جهال، ولی خب برای گفته ما غیر عربداران آدم های بیدانش اون رو به من نسبت دادن. من نویسنده این کتاب نبودم، آقای حبیب‌الله تیموری بود که چند سال پیش در
تهران درگذشت و انسان بسیار شریفی هم بود و در برکلی درس می‌خواند و در این زمینه رفت در واشنگتن کار کرد، ولی بر روی واژه دموکراسی ناقص رو خیلی پذیرفته بودند. مراد از دموکراسی ناقص در این بود که یک دموکراسی نیمبندی در ایران ایجاد شده بود پس از شهریور 20. اون چیرگی دولت خودکامه کنار رفته بود، اون قدرت مطلقه شهربانی از سر روزنامه ها برکنار شده بود و دولت سانسورچیان برکنار شده بود و رفته بود و در جریان نبود و اجازه نمیداد. البته شهربانی هنوز نفوذ در این داشت که چه روزنامه‌ای منتشر بشه و جلوگیری کند، ولی به صورت گذشته نبود که باید از پیش روزنامه رو میفرستادن تا اینکه این روزنامه بررسی بشود. نزدیک 400 روزنامه در تهران و شهرهای دیگر در همون سالهای شاید 4 سال پس از شهریور 20 منتشر میشد. نزدیک به 60 حزب سیاسی شکل گرفت که بسیار از این احزاب معروف به حزب باد بودند، یعنی می آمدند و می رفتند، ولی چند حزب بر روی استخواندار هم به وجود آمد، از جمله حزب توده که بزرگترین حزب سیاسی در تاریخ ایران به شمار می آمد، حزب ایران که استخوانبندی جبهه ملی در سالهای پس از اون شد، دو حزبی که پی در پی سید ضیاءالدین طباطبایی ایجاد کرد و در یه دوره خیلی موفق بود، اراده ملی دموکرات قوام. بله عرض کردم اراده ملی. بله بعضی ها بهش میگفتن اراده ملی. اراده ملی اراده ملی و وطن، هر دو احزابی می آمدند و می رفتند، ولی روی هم رفته دورانی بود که یک نوع رویاوری به پیدایش احزاب سیاسی در ایران به وجود آمده بود و ایرانیان درگیر سیاست شده بودند. شما اگر گفتگوهای مجلس رو در مجلس ادامه مجلس 13 چون مجلس 13 در دوران رضا شاه انتخاب شد و به دوره پس از رضا شاه انجامید و سپس مجلس 14، 15 و 16 رو بنگرید، 17 انتخاباتش در دوران زمامداری مصدق بود، اون رو کنار میذاریم، اگر شما گفتگوهای مجلس 13، 14، 15 و 16 رو با گفتگوهای مجلس های پیش از اون، مجلس 6 تا 12 رو با هم مقایسه بکنید یا مجلس های 18 و پس از اون رو تا انقلاب 57، میبینید که یه دوره شکوفایی گفتگوی سیاسی در ایران وجود دارد، اگرچه درگیری های درون مجلس بسیار گاه پر از ترس و بیم و جنجال است، ولی به هر حال یک درجه از آزادی برای درگیری و برخورد بین نمایندگان به وجود آمده که بدون بیم و حراس از گماشتگان شهربانی یا دولت مرکزی یا پلیس یا دربار داوری های خودشون رو عنوان می کنند. و از این جهت باید گفت که افزون بر دوران مجلس اول تا سوم که ما با یک نوع دموکراسی در ایران روبرو بودیم، بازمانده مجلس 13 پس از شهریور 20، مجلس 14، 15 و 16 و بخشی از مجلس 17 نشانه هایی از یک نوع آزادی های نسبی در ایران است که نمایندگان مجلس می توانستند در گفتگوی سیاسی اجتماعی شرکت کنند، حتی گاه با پرخاش و ناسزاگویی و یکی دو بار هم با زد و خورد بدنی. ممنونم آقای امینی. بفرمایید که این بیطرفی که در زمان رضا شاه اعلام شد در جنگ دوم، از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهنده سیاسی کار درستی بوده؟ ببینید این یک رویاست، در واقع یک رویای سیاسی نادرستی است که نخستین بار در دوران رضا شاه مطرح شد و موضوع بیطرفی. البته پیش از اون هم در دوران جنگ جهانی اول دولت مستوفی این رو اعلام کرد، ولی در دوران رضا شاه است که مفهوم بیطرفی تا حدودی تئوریزه شد و سپس هواداران مصدق همون رو پذیرفتن و جبهه ملی همون رو به عنوان یکی از مفاد مرامنامه خودش پذیرفت که ایران باید بیطرف باشد.
بی‌طرفی پدیده بسیار مثبتی در زندگی یک کشور کوچکی مانند ایران. کوچک به مفهوم سپهر سیاست جهانی نیست. ایران باید روی هم رفته طرف داشته باشد. حالا این طرف به مفهوم وابستگی نیست. در جنگ جهانی اول ایران باید تا حدودی جهت سیاسی خودش رو تعیین میکرد. بیطرفی در اون دوران مفهومی نداشت. کسی بهایی به بیطرفی ایران نمیداد. در جنگ دوم جهانی هم به همچنین ایران باید یا جانب آلمان رو میگرفت که خوشبختانه نگرفت، به طور رسمی یه سمپاتی هایی در ایران وجود میداشت، یا باید جانب متفقین رو میگرفت و با اونها نزدیک میشد. و این سیاست در برابر این رفتار، در برابر اندیشه مدرنیته مشروطه خواهی است. اندیشه مدرنیته مشروطه خواهی با این باور در واقع زاده شد که ما بدون پشتیبانی غرب و بدون یاری با دولت‌های غربی نمی‌توانیم ایران واپس‌مانده رو مدرن کنیم. و این اندیشه رو میرزا ملکم‌خان و تقی‌زاده و دیگران پروراندند. مصدق هم سخت پایبند همین اصل بود، اگرچه به اصل بی‌طرفی باور داشت، ولی شیفته فرهنگ فرانسه، فرهنگ لاتین و حقوق به هر حال لاتین بود. و این است که از ارزش‌های در واقع برآمده از فرهنگ غرب می‌خواستن بهره بگیرن، و این ارزش‌های برآمده از فرهنگ غرب خب پیوند داشت با هویت سیاسی و جهت‌گیری سیاسی. بی‌طرفی پدیده واقعی در تاریخ ایران نبوده. هیچگاه ما بی‌طرف نبودیم. راستی هم این است که دولت جمهوری اسلامی که با شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی و بی‌طرفی زاده شد، یکی از باطرفترین حکومت ها در درازای تاریخ ایران بوده. هم در حوزه اقتصادی دارای طرف هست، طرف او چین است، هم در حوزه سیاسی دارای طرفگیری است که طرف او روسیه است، و در طرفگیری هم اشتباه کرده، در حالی که دولت ایران کنونی باید طرف اروپا رو میگرفته و با اروپا نزدیک میشده، هم از نقطه نظر پیامد سیاسی، هم از نقطه نظر منافع دراز مدت ایران، این طرفگیری به سود جامعه ایران بوده. این بی‌طرفی در جریان‌های جنگ ظاهراً زیباست، ولی واقعی نیست. کسی هم به اونها بهایی نمیدهد. ممنونم آقای امینی. راستش این که این سوم شهریور زاینده صدها پرسشه. بله. و نمیشه اینا رو دسته‌بندی کرد. درست. من یک دو سه سوال یعنی اینجا یادداشت کردم. یکی، جلوگیری از محاکمه نیروهای متفقین در دوران جنگ، دوران اشغال. یکی، مهاجرت لهستانیا به ایران که من یادم، من خودم بچه بودم یادم که چقدر لهستانی وارد شده بود. عرض کنم که یکی دیگر، حالا اینا رو شما بفهمید تا من بقیه شده. نه، یک نکته دیگه رو هم قبل از برنامه گفتی راجع به شهرستان فیروزه. من فکر کردم شاید اون از همه جالبتر و جذابتر برای همیهنان باشه. بله، اون چون در عصر دیگری بله رخ داده، گذاشتم آخر سر بپرسم. ولی بفرمایید. در این دو مورد، در مورد مهاجرت لهستانی ها، یکی از کارهای بسیار ارزشمند و از جنبه های ماندگار پر افتخار تاریخ ایران در این هست که ایران یکی از چند کشور محدودی در جهان بوده که مهاجرت یهودیان رو به خاک خودش آزاد گذارده و ایرانیان توانستن به ایران مهاجرت کنن، و از جمله لهستانی ها. البته لهستانی ها غیر یهود هم به ایران مهاجرت کردن و این مهاجرت جالبی بود و ماندن در ایران و بخشی از ایرانیان شدن، و از جمله خود شما هم میگفتید که آشنایانی دارید که با اونها ازدواج کردن. من هم آقای تجارتچی همسرشون لهستانی بودن. بله، خیلی ها اصلا لهستانی اصل بودن و لهستانی تبار بودن، و خیلی از این لهستانی تباران بر روی مانند روس تبارانی که به ایران آمده بودند، یا ارمنی تباران، خود بر روی با ایرانیان در هم آمیختن، مانند بسیاری از آمیزش‌های دیگری که پیش از اون در دوره آمدن ترکمان ها و مغول ها و حقوس ها و غیره وجود می داشته. اما این در دوران مدرن است و بسیار جالب بوده و بسیار ارزشمند. متفقین کاپیتولاسیون رو در ایران عملا ملغا کردن، یعنی تمام قوانین پس از آمدن
متفقین به ایران در دوران اشغال ایران به حالت تعلیق در آمد، به حالت غیر قابل اجرا در آمد و متفقین اجازه نمیدادن که سربازان شوروی یا سربازان بریتانیایی یا آمریکایی طبق قوانین ایران محاکمه بشوند. و در نتیجه در این دوران اشغال ایران کاپیتولاسیون وجود نمی داشت و جلوگیری می شد از هر گونه محاکمه و کوشش برای محاکمه یا در واقع پرداخت به محاکمه افسران و سربازان غربی یا شوروی. دو دوره در تاریخ ایران این ماجرای کاپیتولاسیون به آزمون در آمده، یکی در دوران رضا شاه است که پس از تصویب قانون مدنی و جزایی کاپیتولاسیون لغو شد و دیگری سرانجام به طور قطعی در دوران پس از اون در دوران نخست وزیری منصور است که باز هم کاپیتولاسیون برای بار دوم لغو شد، چون بارها این موضوع مطرح شده. ولی به هر روی یکی از درگیری های دوران 15 خرداد هم همین بحث کاپیتولاسیون بود، چون در بیشتر کشورهای روی هم رفته ناتوان در جهان هنگامی که دولت‌های توانا درگیر می‌شوند یک نوع حقوقی برای شهروندان خودشون به ویژه رایزنان و مستشاران خودشون قائل هستند. ولی در اون دوران کاملا درست می‌فرمایید. البته موضوع فیروزه رو اگر خواستید بهش خواهیم پرداخت. آقای امینی، فیروزه یه ناحیه بوده یا یه شهر بوده؟ شهرستان. و آیا ایران اینو بخشیده به روسیه، به شوروی؟ ببینید داستان به این ترتیبه، شهرستانی است به نام فیروزه، یعنی یه بخشی است بسیار بسیار زیبا، خوش آب و هوا. هنگامی که پیمان میان ایران و شوروی، پیمان دوستی ایران و شوروی در سال 1921 به امضا رسید، مرزهای ایران و شوروی در اون پیمان تعیین شد و در اون پیمان مرز ایران و شوروی در آذربایجان رودخانه ارس بود و مرز ایران و شوروی در خراسان از رودخانه اترخ آغاز می شد، یا اترخ به زبان بومی. رودخانه اترخ در واقع این آغاز مرز بخشی از ایران و شوروی به شمال می آمد که امروز ترکمنستان است. یکی از شهرهای پیرامون این رودخانه که هم مرز ایران بود و بسیار هم نام‌آور است، اشخاباد است که اینک در ترکمنستانه. در نزدیکی اشخاباد منطقه نزدیک باجگیران وجود می‌داشت به نام فیروزه که بنا بود بخشی از ایران باشه طبق این پیمان. دولت شوروی حاضر نبود این را به ایران واگذار کنه و بارها گفتگو در این باره شد و حتی در دوره‌ای که قوام السلطنه نخست وزیر بود پیش از پادشاهی رضا شاه، چون پیمان نامه ایران و شوروی پیش از پادشاهی رضا شاه به امضا رسیده بود، کوشید که این موضوع رو حل کنه و اونها تن در ندادن و به ایران پیشنهاد کردند که یه جای دیگری در شوروی در منطقه مرزی انتخاب بکنن و اون رو به جای فیروزه بپذیرن و این گفتگو ادامه پیدا کرد. این نیست که ایران این رو به شوروی بخشید، این شهرستان در واقع زیر نفوذ شوروی بود تا 1333. در مقابل نامه‌ای که در دوران دولت زاهدی پس از کودتا میان ایران و شوروی در امتداد پیمان نامه 1921 به امضا رسید، ایران فیروزه رو به روسیه بخشید و روسیه 12 تن طلای ایران رو آزاد کرد. 11 یا 12؟ بله 11 تن یا 12 تن در این باره اختلاف نظر هست، ولی چند بر روی میزان زیادی از طلایی که در دوران مصدق سخت خواهان اون بودن به آزاد کرد. در آقای امینی 2 دقیقه وقت داریم، ببخشید. دولت شوروی این رو در برابر این مقابل نامه‌ای که در دوران زاهدی به امضا رسیده بود این رو آزاد کرد و طلاها به ایران برگشت و فیروزه به شوروی واگذار شد.
و اینک هم در کنار شهر اشغالباد است و در آن سوی رودخانه اترک و این سوی رودخانه اترک، ولی برون بخشی از خاکش ترکمنستان به شما میره. جواب منی خیلی ممنونم. هفته آینده درباره نقش فروغی در تاریخ ایران. بله؟ اگر موافق باشید حتما. خواهش میکنم، حتما. به چشم. شب و روزتون خوش. سفرم نکنیم تو این هفته. خوب و خوش باشین. همچنین همیهنان عزیز و با سپاس از آقای امیر که کارگردانی این برنامه را به عهده داشتن. درود بر شما.